نتیجه یک تحقیق در دانشگاه پزشکی نیویورک آمریکا نشان داده که 84% از پدر مادرها در اندازه‌گیری میزان داروی تجویز شده برای کودکانشان اشتباه می‌کنند و نتیجه این اشتباه می‌تواند تأخیر در بهبودی باشد یا حتی مسمومیت دارویی. همکارم شیده رضایی در استودیو با من. 84% رقم بالایی، یعنی بیش از 4 نفر از هر 5 نفر. آیا میدونیم که این داروها رو بیشتر میدن به کودکانشون یا کمتر؟ چطوریه؟ آره، روی این موضوع تحقیق شده و مشخص شده که اغلب، یعنی 2/3 پدر و مادرهایی که دارو رو اشتباه میدن بیشتر میدن، یعنی تعداد اونایی که بیشتر میدن 2 برابر تعداد اونایی که یکی کمتر میدن. و یکی از اون 4 نفر، گفتی 4 نفر از هر 5 نفر اشتباه میکنن، یکی از اون 4 نفر اشتباهشون به قدری بزرگه که کار بچه به بیمارستان میکشه و متاسفانه تعدادی از این بچه‌ها جونشون رو از دست میدن. در آمریکا آماری که وجود داره نشون میده هر سال 7000 کودک جانشون رو به خاطر اشتباه‌های سهوی مصرف دارو از دست میدن. در ایران هم آمار پزشکی قانونی در سال 93 گفته در 4 سال گذشته 11000 کودک مسموم شدن به دلیل مسمومیت‌های سهوی دارو. یعنی آمارا تقریبا یه چیز برابریه. آسیب‌های شایعی که پرسیدی، آسیب‌های بسته به نوع دارو البته، ولی در یکی از مسمومیت‌های خیلی شایع دیگه شایع آهن‌ها و مکمل‌ها، ویتامین‌ها، چیزایی که خیلی بهش فکر نمیشه ولی مسمومیت آهن خطرناک و کشنده است. در بچه‌ها مسمومیت ویتامین A و D چون تجویز میشه به بچه‌ها زیاد دیده میشه و باید مراقب باشن حتما به اندازه‌ای که بهشون گفته تجویز بشه. مسمومیت شایع دیگه تو مسکن‌هاست، استامینوفن در درازمدت اگه اشتباه داده بشه آثار سمیت کبدی و کلیوی ایجاد میکنه. و آنتیبیوتیکا هم مسمومیت تجویز اشتباهشون شایعه. اگه یه آنتیبیوتیک که مثل جنتامایسین یا استرپتومایسین باشه میتونه خطر مسمومیت کبدی کلیوی و حتی مرگ داشته باشه و آنتیبیوتیک های دیگه معمولا کمتر داده میشه که خطرات دیگه مثل مقاومت دارویی داره میتونه داشته باشه. ولی حالا پیشنهادشون برای حل این مشکل چیه؟ خب پیشنهاد خیلی عملیه. در واقع میگن که بچهای بزرگتری که میتونن، چون اغلب اشتباهات تو داروهایی که شکل مایع مصرف میشن، میگن بچهای بزرگتری که میتونن قرص بخورن خب بهشون قرص بدین. اونهایی که حتما مایع باشه از سرنگ‌های اندازه‌گیری مدرج برای اندازه‌گیری دارو استفاده کنید که واحدش هم سی سی یا میلی لیتر باشه. اینها بهتر از کاپ، این سر بطری‌هایی که دارن، چون اونها 4 برابر اشتباهش بیشتره. ولی جاهایی که امکانش سرنگ نیست، کاپ و قطره چکان بهتر از قاشق. به هیچ وجه قاشق تجویز نکنید.